درود به های میدان و تای میدان خوش آمدید. ما امروز به یکی از دره‌های زیبا و سرسبز پر از اسرار و افسانه آمدیم، جایی که گفته میشه روزگار دیوها حکم فرمایی میکردند. با ما همراه باشین و از این سفر ما خاطره‌های خوبه در ذهنتان جاودانه بسازین. ما قدم میزنیم در طبیعت زیبای لالندر و زیبایی های زیادی را تقدیم شما اجزا میکنیم. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت و ناگفته نمانه که اتک هم در این فضا بسیار خوشایند و مزه‌دار است. ممی پیش از اینکه برنامه را شروع کنم، چون بسیار مسیر زیادی را پشت سر گذاشتیم، قدم زده تا به این فضا رسیدیم که امی زیبایی های دره لالندر از جا به تمام زیبایی هایش معلوم میشه، گفتیم اتک بنوشیم و بعدش هم سفر ما را باز آغاز بکنیم. کافی است که شما هم یک ساعت بینده برنامه خودتان های میدان و تای میدان باشین و از این سفر ما هم لذت ببرید. هموطن عزیزم، نمیدانم که در این سرزمین پر از عجایب از کجا برنامه را آغاز بکنیم. از غار لالندر که تا هنوز هیچ کس او غار تا پایانش نرفته و او غار ختم نکرده، یا هم دره زیبای سیدخیل که زیاد ما مایل هستم که بریم از اونجا ببینیم و قصه ها داشته باشیم که میگن بیشتر که گفتم روزگار دیوها حاکم بوده، چی قصه و چی افسانه داره، یا هم این طبیعت منحصر به فرد که دید هر بیننده، دید هر گردشگر را محو زیبایی های طبیعی خودش میکنه. پس چه خوب است که های میدان تای میدان سفر آغاز بکنیم، شما هم ما را همراهی بکنید. هموطن عزیزم، ما فعلا در دره زیبای لالندر قرار داریم، یکی از دره های فوق العاده زیبا و دیدنی در ولسوالی چهاراسیاب کابل، و خوشبختانه آقای صاحب گل محمد یکی از باشنده های دره لالندر در کنار ماست تا امروز از بام تا شام صحبت های بسیار خوبه در رابطه به دره لالندر بر ما و شما عزیزا بیان بکنن. آقای صاحب اگر سلام کلامی دارین کامرای ما هم در خدمتتان است. تشکر از شما، تشکر از همکاران تلویزیون طلوع و طریق تلویزیون طلوع بر هموطنان عزیز خود در هر گوشه و کناری که زندگی میکنند سلام خود تقدیم میکنم. خداوند صحت و عافیت داشته باشند. بخیر و سلامت باشین. دیگه آمدیم با سجان قند از دری لالندر. دری لالندر دری است که به حساب صحت بسیار زیاد مردم میان و شبای جمعه و پنجشنبه زیاد مردم اینجا میان. تقی لالندر سایه زیاد کلان است. از سایه تنگی شروع شدن تا تنگی بالا را. از سایه تنگ سیدان الا تنگی بالا شروع شدن. و دامی تنگی لالندر از 13 قریه تشکیل شده. 13 قریه است. از دامی تنگی 13 قریه تلی تشکیل شده. و اما قریه های مشهورش کدام است؟ مشهورشان که از تنگی سیدان شروع با تنگی با شاتوت میان. از شاتوت به قلعه مرخان میان. از قلعه مرخان به میان به تو به چارخلا. از چارخلا به تاجیکی لالندر. که مرکز کوچی لالندر تاجیکی لالندر است. که تاجیکی لالندر از دو قریه کوچک ساخته شده. که یک گذر بالا و گذر پایین است. بعد از اون در حساب سیدخیل میم قریه به نام قریه سیدخیل است. بعد قریه سیدخیل تر شده به قریه آسمان قلا میم. قریه آسمان قلا. عجب نامای زیبا داره. بعد از آسمان قلا گذشته به قریه کاریز میریم. قریه کاریز. بسیار خوب. بعد از کاریز مامزه رسانده پس به قلای صاحبزاده که میل موقعیت به قلای صاحبزاده داریم. نزدیک زیارت بابا. زیارت بابا امی جایی که بیشتر هموطنای ما زمانی که زمین مسیر عبور مرور میکنن یا هم به دره لالندر میان یک دعا میکنن به زیارت بابا صاحب. چه خوب است که ما و شما هم بریم یک دعا داشته باشیم. باز بعدن صحبت ها را می داشته باشیم در رابطه با دره لالندری که کدام هموطنای ما از کدام اقوام اینجا زندگی میکنن، شغل مردم ما چی است و صحبت های دیگر. Thank you.
آی صاحب از شما مشنیم میر پاچا بابا کی بوده؟ این میر پاچا بابا در دری لالندر مشهورترین زیارتی که به نام زیارت باباست که فعلا موقع داریم اونجا و این زیارت تعداد زیاد مردم ها از جای دور که از های بسیار دور میان به زیارت از این میان از سایر ولایت ها میان و میان و این شخصی است که مردم بسیار سر اعتقاد دارن و مردم زیاد به زیارت از این میان دیگر کسایی که من مورد شفیه داریم و قسم میکردن میگفتن که مریضایی که می آوردن در سر مرکب می آوردن و پس یا به زیارت می آمدن و پس به پای خود روان می شدن. خب به شک شفادنده لای متعال است و بعضی چیزها یک واسطه یا هم وسیله می شه. دیگه بخیر سلامت باشید دوستای عزیز، شما هم در ادامه برنامه با ما را همراهی بکنید. ما ابتدا آمدیم از این زیارت دیدن کردیم و دعا کردیم، آیسته آیسته میریم به طرف زیبایی های دره لالندر، از اون ساعات زیبا و دیدنی و تاریخیش هم دیدن میکنیم. دوستان ما در مسیر همی دیوخانه هستیم و تا همی مسیر موتر ما هم میامد، از این پیشتر دیگه راه نبود که ما با موتر بیم، باز ما مجبور بودیم که باید پایین شویم در همی آب قدم زده از همی طبیعت هم لذت ببریم و بریم به طرف دیوخانه. همو یک مطل هم داریم از قدیم و ایساب که میگم و افت خان رستم و پشتر بگذاری که برسی، حالا ما هم باید همو تو این سنگ ها و دریا را پشت سر بگذاریم تا برسیم. چقدر یک آب شفاف، آب بسیار سرد و خوب است اینجا. حتی میاله که من در کم با بوتای ما رفت آب دیگه احساس کردم که بسیار آب سرد است. این آب از کجا میاد؟ این آب از اصفای کاریز میاد، یک قریه به نام قریه کاریز و همونجا کاریز است، میاد آب است که میاد آب کاریز است و این فرفاره که هست یا از کاریز است آبش. و این سوی مدرد کجا وصل میشه یا؟ این وصل به قلعه صاحب زادن. خب به قلعه صاحب زادن وصل میشه یا بگیم. این آب قابل آشامیدن آمد؟ بله بله آب کاریز است یا آشامید. بسیار خوب، چقدر خوب و خوشایند است. آب بسیار، آب بسیار اصاد فوق العاده است دوستا، آب بسیار شیرین و کنار از ما یک طبیعت بسیار خوشایند و مزدار میریم سر سنگ استاله میشم. آیسا دویند به کم پیشتر شما نمیجد کم خشکی که ترم نشین. این زمین هایی کس اینجا و همین درخت هایی کسی مربوط اشخاص میشه چه قسم؟ این مربوط همین زمین ها مربوط شخص میشه. خب یعنی اشخاص هایی که مربوط قلعه صاحب زاده چیز قلعه کاریز هستن از اون مردم هستن. زمین ها زمین ها بسیار اینا میوه‌دار زیاد داره. آها. از طریق چهارمغز است و زردالو است و آلوبالو است و دیگه چیزا توت و گپا زیادتر داره، میوه‌دار زیاد داره. بسیار خوب. این منطقه منطقه سایه قول هم قول مربوط قلعه کاریز میشه. امی قول مربوط قریه کاریز میشه. میشه. باز بعض وقتا آب ازیام خوب زیاد میش باشه یا آبش همیشه وقت همین قدر است؟ همیشه هم قدر است. همیشه اندازه است. همیشه هم همیشه هم اندازه است. اضافه نمیشن. بسیار. حالا فعلا دیگه طرف امو کاریز روان استیم. خب خب. بسیار خب. ببینید. خیلی خوب است که دوستا ما در امی مسیر را زیبایی های هم که به چشم ما میخوره به شما دوستا و عزیزا به تصویر بکشیم تا شما هم امو زیبایی های طبیعی وطن ما را ببینید. خوب است. و تا دیوخانه چقدر فاصله مونده؟ دیوخانه فاصله جان زیادتر نموندن دیگه، یک نیم ساعت راه است. نیم ساعت راه را ما باید پشتر بگذاریم. پشتر بگذاریم باید به دیوخانه برسیم. خوب است بریم میدان تا میدان بریم. بفرمایید. دوستا چند قدمی در امی طبیعت زیبا گذاشتیم. اگر شما هم گاهگاه خسته می باشین دایین در امچو طبیعت قدم بگذارین و از امی فضا و طبیعت و آب و هوای زیبای وطن لذت ببرید. بشنویم از شما، از این برای ما بگوین که امی
سرچشمه از این کاریزو از کجاست؟ جای قند سرچشمه کاریزو از اون کوی بلند است. دو کاریز داشتن سابق از می اومد من کاریز میگرفتن، تمام خرجات از می کاریز آب میخوردن، نوشجان میکردن و فعلا کالی از هم سیلبورد اومده و سیلبورد هم کاریز رو تخریب کرده و حال فعلا نمیتونه توان زنه. خو نسبت به اینکه سیل اومد بازی کاریز از بین بردن. قدیمی کاریز چه قسم بود؟ قدیم کاریز یک جایی بود به حساب یک دردو یا دوی دردو. آها. یک منطقه بود که یک جای چه داشت که آب میبرامدن بین زمین خو بالا میشدن. بازی پایپ دوانیش نبود به خانه مردم نه 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 زمین بود پر میکنن مردم ها سابقا زی حساب بشکه و ایتزا میبردن وقت پایپ دوانی که پا نبود منطقه بود. خب بسیار یگان تا باز بانگی هم حتما میگرفت. یگان تا بانگی هم داشتن سابقا قدیم بانگی هم بودن. بانگی زیادتر استفاده میکرد مردم و فعلا هم در بعض روستا و قریجات و قصبات ما باز از می بانگی استفاده میکنن بخصوص سر طفلکای ما باز زیاد ظلم است. در وطن ما خامی تبعیض دیگه. بریم آهسته آهسته قدم زده به می طرف دیوخانه که می دیوا حتما منتظر ما شماست که بریم بریم اینا هم همی درخت های توت است. اون طرف تر هم درخت های چارمغز. ایره چرا امی فرش دور دادن دیگه در بغل درخت یک رقم حیوان به نامش موش شغل میگیم جریه میگن خب خب شغال طرف شغال طرف شب میای میخورن شیرین نیست نی خب یه خوش میگن میخورن به خاطر یه درخت سار چی گرفتن گردش تا بیزاری گردش مردم جالی میگیرن یا جالی میگیرن یا هم فرش میگیرن نی اولین بار از دوستا که من در دره لالندر هم چو چیز دیدم که در گرد درخت های توت ای تنها درخت توت میگیرن یا دیگه درخت ها میگیرن اینجا هم دوستا یک طبیعت کاملا منحصر به فرد است. هرچند که گفته میشه اگر زمان کمی بند شاتوت اگر شما برنامه را به یاد داشته باشین ما هفته قبل که برنامه داشتیم در دره شاتوت و گفتن کمی بند شاتوت زمانی که کارش تمام شوه مکمل دره لالندر پر از آب میشه و اینجا بازی کسایی که فعلا مسکن گزین هستن خانه هایشان است یا هم کسایی که زمین و جایداد دارن اینا باز چه قسم میشه یا باز بند شاتوت که خریه را که مثلا آب میگیره و مردم قریه تمام زمین های زیاد که خانه های اسکیچ شده دولت اسکیچ کردن خواه یا به مردم وعده دولت وعده کرده که برای شما هم جای زمین میتیم هم برای شما جای خانه را میتیم هم جای زمین میتیم هم جای خانه میتیم حتما جای مناسب تر دیگه مد نظر گرفته شده ولی بند شاتوت پروژه است که زمانی اگر این پروژه تطبیق شود باعث از میشه که امی آبهای زیربنایی افغانستان هم سطحش بسیار بلند بیاید بخصوص آب شهر کابل که بسیار نقش کلیدی داره بخصوص امی افر چاهای عمیق باعث از شده که آبهای زیرزمینی نسبتا بسیار پایین بره حتی بعض ساعت است که در حدود 100 متر تا 150 متر دوستا با مشکل آب میگیرن ولی میتونه که خیلی یک کار خوب باشه در ضمن ازو که میتونه که ظرفیت برق هم داره که برای همشهریای کابل ما برق هم تولید شود بسیار خوب اینجا هم کدام قریه است یا به قریه به نام قریه آسمان قلا میگن آسمان قلا شما گفتم ما تشریح کردید که آسمان قلا این رسور آسمان قلا میگن این همی قریه آسمان قلا به خاطر میگه در سر تپه بود شده تپه بسیار بلند است این مردم قدیم قدیم های سابق به نام آسمان قلا این رسور مشهور کردن با او خاطر که بلند است بلند از زمین بازی را به نام قریه آسمان قلا میگن عجب قریه است هموطنان عزیزم این طبیعت زیبای کابل را نگاه بکنید این قریه به نام چی یاد میشه این قریه به نام قریه سید خیل قریه سید خیل همی دیوخانه که میگن دمی قریه ما دمی قریه ما کدام استقامتش است که میالو با دوستانشان بدیم که بفهم هموطنان ما زیاد منتظر هستند همین قریه در منطقه این بغل تپه نیست آها پشت تپه خب باید ما بریم بعد پشت تپه قدم زدم تو پشت تپه پشت تپه از دیوها خو نخواد خبری باشه کاله تومه گرگانشه نه نه ان شاء الله که معلومات میتونم شوخی میکنم خیلی دوستا از این تصویرها لذت ببرین که اگر ما را کدام گرگام خورد دیگه با شما خو زیبایی را ببینین بریم قدم زدن بریم
هنوز هم در مسیر دیوخانه هستیم. اضافه تر از نیم ساعت پیاده روی کردیم و فعلا میریم به می طرف کو. کجا کاکا؟ خانه ادرخانه. کاکا اسماعیل هم به جمع ما پیوست که بریم اموجه ما را همراهی بکنه و در راه هم صحبت ها را داشته باشه. کاکا اسماعیل، اینجا دیگه سیل آمده فکر میکنه؟ سیل آمده، این منطقه سیل آمده. خب، قدیم بازی ها چی بود؟ اینجا زمین های ما بودی، زمین هست، و بالا زمین هست، چشمه هست. خب، بریم بخیر منطقه را بزده. دایی، تپا چی پیدا میشه؟ کدام حیوانات؟ حیوانات کوکس، روباز، دیواز. او هنوز هم دیواز؟ دیواز میگرد، دیگه شغال هست. والا جالب هست. شما دیو دیدی خودتون؟ ما خود ما ندیدیم، خب پتر خیلی ما دیده هست. قدیما بود. دیگه خرگوش هست. ها بسیار خوب. بریم دوستا، همراهی ما بکنید دیگه، ببینیم که چی میشه. توکل ما به خدا. اینجا زردالو بود، مردم با میغا میامد. قدیم؟ حالا خیلی درختش هم نمانده دیگه. درختش خیلی انقلاب آمد، کسی چپه کرد، کسی نبود اینجا. آب هم داره اینجا؟ آب داره، دو کاریز داره، یک کاریز رو بالاست، یکی در اینجاست. بسیار خوب، بسیار خوب. بریم آمد سلو خیلی. این هم مسیر سیل است. این نسیر سیل است، اون نسیر سیل است، او است. آب هم خیجه کم کم میایی، آب از کجا میایی؟ اینجا چشمه است. خب چشمه هم است اینجا؟ اینجا چشمه است. بسیار خوب. اینجا هم فکر میکنم که کس حتما به یا با میله آمده یا با چکر. اینجا هم یک دیگدان برای خود جور کرده و همینجا مانده. بریم. ما به بسیار مشکل تا اینمی استقامت خود رساندیم. بعض دوستا و کسایی که هم مسیر ما بودن ماندن پایین، ولی هر لحظه ازی پر از خطر است. هر لحظه امکان ازیست که آدم بره به امی پایین و اینجا فقط امی جایی است که فقط آدم میتونه انگشت خدا بگیره و از این مسیر پیش بره. مامان اسماعیل، تشکر ازی که خودت فقط آمده تانستی و یکی دو همکار ما رسیدیم. بخیر و استایسته. بیا بریم بخیر. برو پیشه که نفتی جا خطرناک کرد. بریم بخیر. برو این دلیزش هست، اونو خانه 12 متر هست. این دلیز هست، این اتاق گفتین چند؟ 12 متر هست؟ 12 متر هست. آها، بین قدم زده پیش بریم. ببینید تارکی هست کم زده. خواه اینجا هم معلوم میشه که لانه چیز بوده باشه یا هم کلاوچی غوچی خانه دیار کرده. شاید از غوچی باشه یا نمیفهم است چی بوده باشه، ولی به مثل یک لانه است. و خود عزیزم عجیب غریب از دوستا، معلوم نیست که از کدام دوره بوده باشه. مگم دوستا عزیز، خطایی که شما میبینین کم کم معلوم میشه، فکر میکنم شاید همونطور بوده باشه. بجز آهن چیز دیگه نمیتونه که آدم این رقم کلنم کنی بکنه. نه با این شده با کلنگ و چیزا نمیشه، سنگ شده. آها، اینجا را باز اینجا را کی کندن کاری کرده؟ این دیگه معلوم نیست کسی آمده کندش دیگه رفته. خب کسی از یه چیز به دست آورده؟ نه چیزی یه چیز نیست. یه چیز به دست آورده؟ دست نآورده. خب ولی ما فکر میکنم که کار انسانای کمون اولیه بوده باشه به نظر ما، البته ولی ما اونقدر دقیق نمیدونم. ولی صرف به خاطر ازی اومدیم که بتونیم همین جایی را که تا فعلا هیچ کسی جان اومده ایره به تصویر نکشیده، خواستیم که ایره به تصویر بکشیم. یکی از جایی است که بسیار دور افتاده، تقریبا فکر میکنم که ما در حدود
دو ساعت یا اضافه تر از دو ساعت پیاده روی کردیم. بعد از اینکه موتر متوقف شد تا زمانی که به می استقامت رسیدیم و ما فکر میکنم که کار کندنکاری کار انسان ها بوده باشه، بخاطر از اینکه اگر دیوها اینجا کندنکاری کرده باشه اونا دیوها میگن که کلان کلان بزرگ بزرگ بوده در افسانه هایی که ما خواندیم و یا هم شنیدیم میگن دیوها خیلی هم کلان کلان بودن و این هم یک اتاقی است که در حدود فکر میکنم می ارتفاعش 180 سانت باشه. خانه دیوا مشهور به خانه دیوا دیگه این روایتای است که اما تو سینه به سینه به شما رسیده که اینجا اتاق کلان بوده و اون طرف هم گفتین چی بوده؟ اتاق مهمانخانه است. این دلیلش است. خب این مهمانخانه است. 12 متر مهمانخانه است. 12 متر است. بریم بر داخل. بیا. عجیب و غریب است دوستا. واقعا که بی‌نظیر است. ما همچو سازه در هیچ ولایتی که رفتیم ندیدیم، در ولایت سمنگان ندیدیم، در ولایت بامیان ندیدیم، ولی این منحصر به فرد است و آدم نمیتونه تا بیشتر در مورد از این صحبت بکنه. این کاملا یک جای متفاوت است. اینجا هم یک دگدان است. دگدان است. یعنی اینجا هم که ببینیم این به مثل یک آونگ معلوم میشه یا هم به قدیما که برش اوغر میگفتن به می شکل است. اگر شما هم شاید از اوغر استفاده کرده باشین. نه استفاده کردم مردم استفاده کردم. بفرمایید اینجا بشینید. اینه به این شکل مثل ازی است که شاید اینجا کدام اوغر بوده باشه یا هم چیزی که میخواستن اینجا را بچکن و یکان چیز آماده بکنن. و این اتاق هم به می شکل امتداد داره و مو قسمی که کاکای ما گفت 12 متر است. این 12 متر است. میگنی از این بایس مهمانخانه است. آه این مهمانخانه است. امیدوار استم که اطلاعات و فرهنگ بیای اینجا و تحقیقاتی را انجام بتن، کاوش های بسیار درست و عمیق در رابطه با اینجا، چون ما هم معلومات بسیار کامل و موثق نداریم. صرف پیشتر هم که گفتم آمدیم تا این جای را به تصویر بکشیم، ولی آرزو داریم که بیاین و در رابطه با اینجا تحقیقات صورت بگیره که اینجا متعلق به کدام دوره بوده، کدام دوره در اینجا زندگی میکرده، چه آثار و علائم از اینجا به دست میاد. ولی من فکر میکنم که از اینجا اگر ما هر قدر که کندنکاری بکنیم چیز به دست نمیاریم. اینجا هم نمونه های بعضی از جاها دیده میشه که شاید با بیل و با کلنگ و با بعضی چیزا دوستا آمده باشن، خواسته باشن که از اینجا چیز به دست بیارن، ولی اینجا جای نیست که از اینجا چیز به دست بیاریم، چون در دل کوه کنده شده و هیچ راهی هم نداره. این استقامتام شاید لغزندگی های زمین بوده باشه که یک خط ایجاد شده. نه کندن کاری شده. بریم در اتاق دیگه. بریم یک بار دیگه اتاق هم ببینیم. خب بریم طرف پیرهدارخانه. میریم پیرهدارخانه هم داره اینجا. آی پیرهدارخانه ایش هست. خب بالا پیرهدارخانه ایش هست. جالب است. خب امی زینا رو باید پشتر بگذاریم. امی زینا ایش هست. بالا چیزای توپنگ و چیزام داره. در دروازم بار آمده اختر پرسیم داره. دیوا دیگه توفنگ هم داشت. دیوا توفنگ گذارش نمیشون. چه قسم را داره؟ بمی شکل پیش بریم؟ اینی را بالا میشیزی ندارم. بریم یک بار. خب برو پیش. شما پیش هاییم که من نمیفهم که این مسیر چه قسم است. جای دست داره اینجا؟ جه بی شکل بریم. خب اینجا پیرهدارخانه است. اینجا پیرهدارخانه است. این پیرهدارخانه است. باید سلاخ در دروازه برامده، اوی بیرو برامده. اینجا پیرهش بود. اینجا به مثل یک نورانداز هم معلوم میشه و چی جای هم بوده دیگه. اینجا که یک سال هم پیره میکیده چه خسته هم نمیشه. خسته نمیشه. خانه دیواز دیگه. خانه دیواز که خسته میشه. بریم همون تو قدم زده. خب بازم بگم روایت ها و داستان های مختلف وجود داره، ولی این کاملا یک سبک و ساخت متفاوت است، یک سازه بی‌نظیر و عجیب و غریب است. و اینجا هم یک دیدبانی است که تمام همی دره للندر از این دیدبان معلوم میشه. اگر حتی اگر هر کسی وارد همی دره و دامنه شوه از اینجا میتونی که کنترلش بکنی. دره میتونی از اینجا دره میتونی. داخل شده نمیتونه. داخل شده نمیتونه. بله بله. و اینجا هم یک جایی است که مستقیم وصل است به مو به دروازه وصل است. درسته. و از یه میشه که رفت آمد و عبور مرور هم بکنن. بریم کوکایم به بعض اتاقای دیگه هم سر بزنیم. بریم بریم.
پنج ساعت هست که نفتی آمدیم آمدیم زینا ها بسیار لش مست خب هر طرف که میریم پس دمی دالیست پس میبرایم میبرایم هلی طرف یه عروس خانه میریم عروس خانه؟ عروس خانه است داخل عروس خانه است عروس خانه هم داره اینجا عروس خانه داره چی عجب است اینجا کم پاکم زیاد است خب اینجا عروس خانه بوده؟ عروس خانه در داخل است خب این هم یک اتاق دیگه بوده؟ این یک اتاق دیگه است ایرا میگم به چی منظور استفاده میشه از این اتاق؟ این آشپزخانه این آشپزخانه؟ این جای انگاریش هست کمک فرو رفتگی داره و حتما دیگه وقت صبرو را میخوانده صبرو دیوا میخوانده وقت ما چیم رواج بود یا نبود خواست صبرو میخوانده چیش هست انواریش هست اینی متقش هست شوخی میکنم بخاطر از اینکه دوستایم هم کم کم لذت ببرن که از برنامه ماندم زیلا شده خواه خواه گاینی طرف اینجا را برش میگن که اینجا را برش میگن که اینجا الماری گفتین؟ ای جنواری سینی روزخانه است ای روزخانه که کم سطحشان بلند است و ای هم میگن الماری است اینجا هم یک مثل یک دروازه است که دوباره پس به دالیز واسه شده دالیز برامده آه که از اینجا همو معلوم میشه همو دالیز بریم از دیگه جا هم دیدن بکنیم نمیفهم که در او قدیمه و گذشته چای هم بوده یا نبوده؟ نه چای رواج نبود نبوده دیگه حتما مگم دیگه در این یک چشمنداز که بشینی یک چای هم بنوشی چقدر مزه بده اینجا چای که باشه خوب مزه میده خب مرا میگفتی که ما میآورد خیر باشه خیر باشه باز پند میخوریم تشم چای میخوریم دیگه بارم انشالله میاییم و از اینجا دیدن میکنیم کجا میریم حالا بخیر؟ حالا در چهار تا میشیم چهار میبینیم تا میشیم پایین پایین چه هست؟ پایین چه هست بیا که بریم از اینجا هم دیدن بکنیم زینه ها خیلی لشم هست متوجه باشین خودتان و اینجا هم این زینه ها چقدر چند زینه هست؟ چهار پرتاب هست باز پایین شما حساب نکردیم که چند پرتاب هست حالا بتن حساب همین شکل دوباره پس پایین رفته ها همین چل پرتاب پایین تا شده پایینش دیگه حساب نکردیم ممکن حتما از پایین کدام راهی بوده باشه که با بالا شاید راه داشته باشه خو اینی زینه سمت سر بالا یا بند است بند شده بند است خب شما یک دو سه قدم یک دو سه پتا اگه پایین شوین که ببینیم که چی رقم فضا داره باز دوباره پس بیرون میشیم صحیح خوب است شما فقط یک دو سه زینه را ما پایین میگذاریم خو خو این راج بسیار خطرناک است این جای دست داره چی رقم جد؟ این جای دست داره نبالا داشتی که نفتی افکار عزیز شما نیاید بخاطر از اینکه فقط اینجا جای یک فقط جای یک انگشت است اینجا مثال باز یک انگشت دیگه اینجا قرار میگیره این جای دست باز دوباره یک انگشت دانه اینجا میمانین و به این شکل امکانش هست که شما برین به طرف پایین و هر قدر هم که پایین میرین خیلی درجه هوا سرد میشه هوا بسیار زیاد سرد میشه و پایین گفتین که مثل چا هست درسته؟ و ممکن که اینجا کدام کاریز آب بوده باشه من درست گفته نمیتونم ولی بنابر از اینکه ما پیشتر اونجا قطرات آب دیدیم که از پایین سرازیر شده بود ممکن که اینجا کدام کاریز بوده باشه یا هم به هر نوعی که بوده باشه که معلومات بسیار کامل و دقیق به دسترس ما نیست و این مسیر هم مسیر بسته است یا هم تو رفته ادامه داره مسیر بسته است خواهد بالا آسد میچکه فقط از بالا آب میچکه و مسیر هم بسته است بس خوب است که ما شما هم بریم دوباره بالا بریم اینجا جای دست پیدا که بالا شد بسیار باید دقیق باشی یک لحظه غفلت باعث از این میشه که آدم
جایدسته پیدا کو. جان خدا از دستت. دوست عزیز بسیار زیاد خسته شدیم. با وجود از اینکه من امروز بسیار زیاد مریضم بودم، حالا یکم خودمانی قصه بکنیم چون برنامه هم تا جای ما صحبت ها را داشتیم دیگه. ما خواستیم که بیایم به می دره لالندر، از زیبایی های دره لالندر دیدن بکنیم، ولی مسیر ما های میدان تای میدان ما را کشان به طرف می دیو خانه، جایی که روایت و افسانه های زیاد است که بگن روزگار اینجا دیو ها زندگی میکرد. ولی بنابر از اینکه ما در سایر ولایات دیدیم، بنابر اینکه ما در سایر داستان ها و مستندات دیدیم، اینجا به مثل یک جای معلوم میشه که در همون دوره های گذشته با ابزار و وسایل دست داشته کندنکاری شده و فضا هم آهسته آهسته تاریک میشه، فضا هم میره به طرف شام شدن. و من هم میفهم که ما شما پس پایین هم شدن میتونیم یا نه؟ اساسا پایین میشیم، ما بلد هستیم را بهت نشان میتونیم، پایین چای نان برتن میتونیم، باز رسخت تن میکنیم. تشکر میکنم از خودتم کاکا اسماعیل، بخیر باشی. هموطنان عزیزم، فقط هدف ما آمدن به اینجا بود تا امی زیبایی را که در کابل است و رخ شما بکشیم. با وجود از اینکه بعض همکارای ما نتونستن که بیان تا بالا و یکی از همکارای ما کمک پایش هم اوگار شد که فکر ما نسبتا به اون طرف است که پس دوباره بریم کنارشان و درست ما نتونستیم که فضا را لایتینگ بکنیم، فضا را تمام فضا را روشن بکنیم، با فقط با یک کامره ما رفی جان و خالد جان، مصطفی جان، دیگه اسماعیل جان آمدیم به اینجا تا از این فضا دیدن بکنیم. دیگه جای کاملا متفاوت، جایی که اصلا ما تصور نمیکردم که در کابل همچو یک سازه باشه، همچو یک شهکار کندنکاری در کابل صورت گرفته باشه. دیگه آیستا آیستا میریم به طرف پایین ای که ببینیم که ما تا چه زمان در هرچند که ما در دو ساعت تا اینجا بالا شدیم، شاید اگر دوباره پس بریم دو ساعت دیگه برسیم، فعلا ساعت 6:30 است، شاید تا ساعت 8:30 بجه ما دوباره به طرف پایین برسیم، ولی خوب است که زودتر از این محل هم بریم. بخیر، سلامت باشی کاکا اسماعیل، تشکر از خودت هم، بخیر باشی. و بالاخره ما دوباره از این مغاره بیرون شدیم. شما دوستا ما را از این مسیر هم همراهی بکنین، ببینین که ما با چی چالش، با چی مشکلات، بدون امکانات و ضروریات آمدیم تا از این محل دیدن بکنیم، جایی که امو درختای سبز و خانه ها معلوم میشه. از اونجا ما قدم زده آمدیم، او مسیر پشتر گذاشتیم، باز با گرد از این تپه قدم زده از این مشکلات زیاد ریانه در مسیر را سپری کردیم تا ای که به اینجا رسیدیم. و اینجا یک جای دیگه هست که بسیار خطرناک است که هر لحظه امکان عزیز کادم بره به طرف پایین. کاک اسماعیل خودت برو ابتدا. خب باز اینجا دست است، اینجا دست بند کو، اینجا جای دست است، اینیم جای دست است، خو اینجا و دست است. اینجا امکان داره که خود از هم خطا بخوره. اینی جای دست است، خو اینجا بیا بیا پیش. اینی خطرناک است، پایین بسیار زود فضا هم تنگ است اینجا. خو اینجا دسته بند کن، اینجا درست شد؟ بیا این خود چه امکان نداره برای دسته بطه. یک لحظه کوکو جان بره. یعنی منطقه را بگی اینجا را که از بالا شطر لور خدا توته توته شده بود. خدا من خسته ما اتون افتید. چی وقت شطر از بالا خطا خورده بود؟ از بالا شطر خطا خورده بود، پایین افتید توته توته شده بود. دوستان اینمی مسیری است که ما پیشتر هم امی مسیر را پشتر گذاشتیم که رسیدیم، بنابر از اینکه مشکلاتی که بود که گفتیم دیگه همکاران نبودن که جربه تصویر میکشتیم. حالا شما ببینید که ما چی مسیر را پشتر گذاشتیم تا که به این استقامت یا منطقه رسیدیم. فقط یک توتک های از سنگ است که جای دست به گفته یا هم روایت کاکا اسماعیل. اینجا جای دست است، جای دست است بند کردیم اینجا. خب دست اینجا تمشه. باید بند شود. احتیاط کن که نفتی، جای خطرناک هست. فکر می کنم که بسیار
با مشکل پایین شدیم، هرچند که ما پیشتر زمانی که اینجا بالا شدم دوستان اینجا سر ما خورد و وقت سر تو اوگار شد، پیشتر سر ما کم اوگار شد. خب خب باید بریم به اون طرف. آها رفی جان، تو که خوک اسماعیل بیای مام اینجا شهر خطرناک است. شما بریم یک دستای خودم بشویم، باز هم تو آیستا آیستا میریم به طرف پایین. باز وقت سر پایین تر میشه. اینجا بسیار یک آب خوب است. خوب آب است، خوب یک هوا است. آب این آب است کدام چشمه میاد؟ نه از چشمه میاد، این دارا چشمه سگ. بیاین شما هم دوست سایتانه بشوید. واقعا دوستا در این برنامه ما یک چالش بسیار قوی، یک چالش بسیار بزرگه تا یک استقامت پشت سر گذاشتیم. امیدوار هستم که لذت برده باشین. آهسته آهسته هوا میره به طرف شام شدن و این مسیرهای بسیار صعب العبور بود که ما آمدیم بدون مو امکانات و ضروریات. بعض امکانات داشتیم ولی ما نمیفهمیدیم که به این شکل است. اگر ما با خود امو ریسمان و بعض وسایل می آوردیم که ما راحت میتونستیم بالا میشدیم، ولی خوشبختانه خدا رو شکر که تمام ما خوب هستیم و دوباره به خیر این مسیر ما را ادامه بدیم که برسیم به طرف پایین. که ترکی میشه را خراب است که کدام جا خدا نخواسته نفتیم. بفرمایید سید، بفرمایید. لالا باید دویا خودتا بخیر. کوکو اسمویل، امی آبی که از چشمه میاد این همیشه وقت است یا؟ دائم است. دائم است. هم زمستان به شکل سرد. سرد. از این داخل کو بیرون میشه یا؟ داخل کو بیرون میشه، پایین میره. اون طرف پایان زمینای ما است. دیگه او آبداری میکنیم، ما میخوریم. خب از این آب می چشمه. از این چشمه. بسیار خوب. از این مغاره دیگه هم از دی ساعت یا خیر؟ اونجا 12 متر سی اونجا ما است. یک مغاره دیگه هم است. او استقامت گفته نه کاکا اسماعیل؟ نه معلوم میشه. او دیگه فکر میکنم که هیچ راهی داشته باشه. شما رفتین اونجا؟ رفتیم، بسیار به سختی راهش خراب است. فقط یک مغاره است. یک مغاره است. یک اتاق است. بازم میگم تا حالا من فکر نمیکردم که در کابل همچو مغاره ها و همچو ساعت دیدنی باشه. پیشترم که گفتم از امو سایه سبز ما قدم زده آمدیم تا که به اینجا خود رساندیم. بریم به خیر آیستا آیستا که ناوقت نشه. سرت نخوره. عجب رای درست مثل امو فیلم های تخیلی واریست. زمانی که بعض فیلم ها را اگر دیده باشیم به می شکل بوده و بعض وقت ها که میگن امو تاریخ هم تکرار میشه، خب شاید گذشته ها میلیون ها سال قبل یا کم یا بیش اینجا تمامش پوشیده از آب بوده، حتی شاید آب بلندتر از این منطقه بوده باشه، ولی میگن که دوباره پس اینجا پر از آب میشه زمانی که امی بند شاتوت اینجا احداث شوه و شاید بعضی ها باز دوباره علاقه داشته باشن که بیان در همچو مغاره ها زندگی میکنن. پس اینجا زندگی میکنیم. خانه ما که بیرون شما مجبور هستیم پس اینجا زندگی کنیم. تکرار تاریخ. عجیب است به خدا که اسماعیل. بعض وقتا در کارهایی که صورت میگیره، بعض وقتا در واقعاتی که رخ میده آدم تا عاجز میمونه که بیشتر بگویه. ولی خوب است که ما آمدیم از همچو ساعت دیدن کردیم. امیدوار هستم دوستا شما هم لذت برده باشین. اگر کمی کوتاهی کاستی بوده باشه شما هم ما را عفو بکنین و ما با مو امکانات کم خود ما آمدیم. بازم تکرار میکنم هرچند که ما با وسایل زیادی نتونستیم بیاییم و بعض مشکلاتی که در مسیر رخ داد، دیگه آفتابم غروب کرده تا زمانی که ما برسیم دوباره پایین فکر میکنم که 100% هوا تاریک میشه، ولی خوب است که زود بریم. خدا با پایین برسانیم. رام خراب است از میره تا اساسا میشیم رام خراب است. پس بریم آیستا آیستا بخیر. بریم به طرف پایین.
هموطن های عزیز، ما مسیر زیادی را پشت سر گذاشتیم. تقریبا چند ساعت رفتیم تا به مو به مو اصطلاح عام کس مغاره دیوها رسیدیم و مو اتاقا و اینا را دیدیم. هرچند که ما تلاش ما بایی بود که بریم به مو هزار غار للندرم، ولی نشد دیگه، فرصت باقی نشد تا ای که دوباره برگشت کردیم. فعلا هم ساعت 9:20 دقیقه شب است که ما دوباره به خانه رسیدیم با خوشی و لبخند. مردم للندر میمان دوست است، ما خانه ما در شهر است، مردم با دیقانی اینجا از شهر کابل در دیقانی در للندر میم دیقانی خود میتونیم این خبر داریم. بله بله، ما چند بار اگام آمدیم شهر میریم، نان ما شهر میریم، یکان وقت دیگر سیاسته ما نیست دی وطن دیقانی میکنیم. مردم للندر بسیار میمان دوست است. دیگه ما شش پروگرام داشتیم که در باغ در یک سوزه ما یک دیگه بار کنیم، خب دیگر نشد. همی که کنار هم هستیم، دور هم هستیم و دوباره به خیر هم آمدیم. مسیر بسیار زاد بود، ما گفتیم کدام مندیوال ما گار نشه خلا نخواستم، مردم نابلد بود، بلده برابرش میکنیم، بسیار به سختی در اونجا بالا شدیم. به خیر باشین، دیگه گشنه هم شدیم، یک نان و ماس هم تو بسیار مزدار با کیف میخوریم. نوشی جان تم کنیم، منظم شده نان تان بخورین دیگه، نوشی جان تم کنیم. چیزی که تیار است اینمی از یار است، اینمی که ما کنار هم هستیم، خوش هستیم، در کنار هموطنهای نازنین ما هستیم، اینمی برای ما یک دنیاست. بهترین هدیه شماست و ای که هستیم خوشحال هستیم و لذت میبریم. سلامت باشید. دوستا جایتان خالی، اینمی نان دیقانی است که چیشتیم کنار هم میخوریم و نان ماسم که باز چقدر مزه میده، بخصوص زمانی که از یک مسیر دور بیایی بسیار خستان باشی. بسیار مانده شدیم امروز، بسیار مانده شدیم. جا داره که تشکر بکنیم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشر پرقدرت. بفرمایید نویسه شما هم اتک بنوشین که امروز بسیار شما هم خسته و مانده شدین. خب همه انرژی بودن که بودن خوی انرژی هست. بله بله، همه انرژی که دیگه بالا بالا شدید، یعنی همه انرژی هست که ما دمی کوها و صخره ها و بلند ها میریم. بعد از اون نزو همه محبت شما هموطن های نازنین ماست. از تک تک شما تشکر میکنم و از تک تک هموطن های نازنین ما که در هر گوشه و دیار هستن تشکری میکنم. آرزو میکنم که همیشه وقت خوش و خندان باشن و لباس و عافیت بر تن داشته باشین. تشکر که تا ایدم ما را همراهی کردین. اگر کدام پیام هم داری یا صاحب کمرای ما در خدمتت هست. شما با شما میمان هستین. قربانتان شما، بخیر باشید. قریه که من میمان هستین. قریه خودم از دیگه، ما چند بار از که آمدیم. عزتتون بخیر، سلامت باشین. شما خداوند اجر نصیبتان بکنه. کوک اسماعیل خان، از خودتان بسیار تشکر. اگر کدام گفتنی دیگه هم داری کمرای ما در خدمتت هست. بخیر باشین. خب دوستان، ما هم آیستا آیستا نان میخوریم تا برنامه بعد، تا های میدان و تای میدان دیگر. همه تانه به الله یکتا و به همتا مسپارم. زنده باد پاینده باد افغانستان. ما هستیم در امی کلبه و قصه های بسیار شیرین کاکا اسماعیل و آیستا گل مشنویم و لذت میبریم.